سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پیش بینی کرده است گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در روزهای پیش روی به توافق میان طرفین بیانجامد. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است همکنون ایران و گروه 5 به علاوه 1 که بر روی روس توافق جامع اتمی کار می‌کنند 91% کار را به انجام رساندند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است واشنگتن میان تحریم و توافق هسته‌ای باید یکی را انتخاب کند. توافق در صورتی به دست می آید و یا شکست خواهد خورد که آمریکا بخواهد تحریم ها را بردارد یا آنها را حفظ کند. روز پنجشنبه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و نیز رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مذاکرات اتمی در وین پیوستند. همچنین مذاکرات میان معاونان وزرای خارجه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا که از ساعت 21 روز پنجشنبه 11 تیر ماه آغاز شده بود تا ساعت 3 بامداد امروز جمعه به مدت 6 ساعت به منظور گفتگو برای رفع اختلافات موجود بر سر توافق جامع ادامه داشت. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت ایران با انتقال بیش از 9 تن از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور به عنوان بخشی از توافق جامع هسته‌ای موافقت کرده است. همزمان لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدارهایش در وین گفت برخی پیشرفت‌ها به دست آمده اما ما هنوز در پایان مذاکرات نیستیم. به که روز یکشنبه 14 تیر ماه به وین باز می‌گردد تصریح کرد امیدوارم بتوانیم به راه حل قطعی دست پیدا کنیم که ما را قادر سازد به توافقی قدرتمند برسیم، توافقی که بر مبنای آن هم ایران بتواند برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی را ادامه دهد و هم جامعه جهانی مطمئن باشد که این برنامه به سمت اهداف نظامی منحرف نمی‌شود. همزمان وانگ یی وزیر امور خارجه چین هم ابراز امیدواری کرد که طرفین به توافق برسند. وی گفت احتمال زیادی برای توافق وجود دارد. با این حال فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا که برای دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود به وین رفته بود گفت تاکنون پیشرفتی نداشتیم. و گفت تلاش برای رسیدن به یک توافق تا تاریخ 7 ژوئیه ادامه خواهد یافت و وزرا برای سرعت بخشیدن به امور به آمده شد خواهند پرداخت. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 11 تیر ماه در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس قابل حل است. آقای آمانو که روز پنجشنبه به دعوت ایران به تهران سفر کرده بود پس از دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز گفت در گفتگوها با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و آژانس بر لزوم ایجاد یک زمانبندی مشخص برای پایان دادن به موضوعاتی که از گذشته مطرح بود تفاهم کردند. گفته می شود یکی از مهمترین مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است که آژانس خواهان شفاف سازی ایران در این زمینه است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خرداد ماه سال جاری خود گفته بود همچنان ضرورت دارد ایران به پرسش‌های آژانس درباره دسترسی به پایگاه نظامی پرچین پاسخ دهد. در خبری دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از ورود 20 تن طلای آزاد شده ایران به خزانه بانک مرکزی خبر داد. رفع تحریم‌های مالی و دسترسی بدون مانع به منابع پولی، ارزی و طلای جمهوری اسلامی در خارج از کشور یکی از خواسته‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جریان مذاکرات جاری است. در گزارشی دیگر روزنامه وال استریت جورنال از قول علی اکبر صفایی مدیر عامل شرکت ملی نفتکشی ایران نوشته است ایران با فراهم کردن بزرگترین ناوگان سوپرتانک ها در جهان خود را آماده می کند تا در صورت رسیدن به توافق نهایی اتمی میان ایران و قدرت های جهانی وارد آبهای غرب شود. شرکت ملی نفتکش ایران که پیشتر برای رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا تلاش کرده بود میگوید در حال گفتگو با بیمه کنندگان بریتانیایی است.
جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری آن کشور که بیش از دو هفته پیش انجام شده است، یک مقام ارشد داعش که مسئولیت هماهنگی حملات انتحاری و جمع‌آوری نیرو و پول را بر عهده داشته، کشته شده است. بنابر اعلام پنتاگون، این مقام ارشد داعش طارق بن طهار العونی الحرزی نام داشته و در شهر شمالی شدادی در سوریه در روز 16 ژوئن، یعنی 19 روز پیش، کشته شده است. برادر این مقام داعش با نام علی که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در لیبی دست داشته، نیز یک روز پیش از این عملیات در پی حملات هوایی در عراق کشته شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید آمریکا برای الحرزی 33 ساله تونسی تبار جایزه 3 میلیون دلاری تعیین و او را با لقب امیر انتحاری کنندگان توصیف کرده بود. به گفته ایالات متحده، این فرمانده داعش در سال 2013 نقشی اصلی در حملات انتحاری و انفجار خودروهای بمبگذاری شده داشته است. آقای مورل گفته است مرگ طارق بن طاهر بر توانایی داعش در بکارگیری نیروهای تروریست خارجی در سوریه و عراق و نیز در جریان انتقال آدمها و تجهیزات در مرز سوریه و عراق تأثیرگذار است. به گفته پنتاگون، او از جمله کسانی است که برای این گروه افراطی منابع مالی تهیه می‌کرده و از جمله 2 میلیون دلار از منبعی در قطر برای گروه موسوم به حکومت اسلامی تهیه کرده است. در خبری دیگر، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که گروه‌های اسلامگرای مخالف دولت سوریه صدها موشک به سوی مناطقی از حلب شلیک کردند که همچنان در اختیار نیروهای دولتی قرار دارد. بنابر گزارش‌ها، حمله گروه‌های اسلامگرا به حلب با واکنش ارتش سوریه از جمله حملات هوایی مواجه شده است. در بیانیه‌ای که از طرف گروه‌های مسلح اسلامگرا منتشر شده، هدف آنها آزادسازی حلب و برقراری مبانی شریعت اسلامی در این شهر عنوان شده است. بنا به گزارش‌ها، حمله اخیر به حلب از سوی ائتلاف تازه‌ای از گروه‌های مسلح با نام انصار و شریعه صورت گرفته است که شامل جبهه نصرت، شاخه القاعده در سوریه می‌شود. همزمان یک مقام تونسی روز پنجشنبه 11 تیر اعلام کرد پلیس این کشور 12 نفر را دستگیر کرده است. این افراد مظنون به دست داشتن در حمله تروریستی به هتل سوسه هستند. پلیس به دنبال دو نفر دیگر که همراه با مهاجم به این هتل در یک اردوگاه جهادی در لیبی آموزش دیده بودند نیز هست. در حمله این مهاجم به هتل سوسه در جمعه گذشته 37 گردشگر که بیشتر آنها بریتانیایی بودند کشته شدند. مهاجم نیز توسط پلیس تونس به قتل رسید. یک مقام ارشد تونس گفت این افراد در یک اردوگاه در لیبی آموزش دیده بودند. در همین حال مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا از اعضای پارلمان این کشور خواست محدوده عملیاتی نیروی هوایی این کشور را گسترش داده تا علاوه بر خاک عراق بتواند به مواضع گروه داعش در خاک سوریه نیز حمله کند. پارلمان بریتانیا ماه سپتامبر گذشته با عملیات نیروی هوایی این کشور در خاک عراق موافقت کرد، ولی حاضر نشد محدودی این عملیات را به خاک سوریه گسترش دهد. بریتانیا از زمان آغاز اعتراضات در سوریه در سال 2011 جزو مخالفان حکومت بشار اسد بوده است. مایکل فالون گفت هر اقدامی که ما انجام می دهیم نباید به نفع بشار اسد و رژیم او تمام شود. وی افزود کاملا مشخص است که فعالیت گروه موسوم به حکومت اسلامی در خاک عراق، نقاط دیگر و احتمالا لیبی از پایگاه اصلی آنها در شمال سوریه هدایت می شود. وزیر دفاع بریتانیا تصریح کرد اینکه در خاک عراق می توان ولی در سوریه نمی توان به این گروه حمله کرد غیر منطقی است، چون خود این گروه بین خاک سوریه و عراق تمایزی قائل نیست. اما کریسپین بلانت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا گفت مشارکت نیروی هوایی بریتانیا در حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در خاک سوریه تأثیر عملی چندانی نخواهد داشت و از نظر قانونی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در واکنش به جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه گفت
احتمالاً حق میزبانی دیدارهای سال آینده از ایران گرفته خواهد شد. آقای داورزنی در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به این پرسش که با توجه به جلوگیری از حضور بانوان در سالن 12,000 نفری آزادی هنگام برگزاری بازی‌های تیم ملی این موضوع میزبانی ایران را در دوره‌های آینده تهدید می‌کند گفت: ما دو نوع میزبانی داریم، یکی از آنها به گونه ایست که از سوی فدراسیون بین المللی والیبال تصمیم میگیرد چه کشوری میزبان باشد. آنها از این بابت قطعا سخت گیری های زیادی اعمال میکنند و به احتمال زیاد سال آینده میزبانی بازی های مهم مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت های جهانی در رده های مختلف سنی را به ما نمیدهند و از این موضوع به عنوان یک عامل فشار استفاده میکنند. اما میزبانی نوع دوم به بازی‌های لیگ جهانی اختصاص دارد. این میزبانی اتوماتیک به تیم‌ها اعطا می‌شود. یعنی کشوری که در لیگ جهانی حضور دارد، باید 6 بازی میزبان باشد و 6 بازی مهمان. مگر اینکه وضعیت خاصی به وجود بیاید، مانند کوبا که به دلیل شرایطی که داشت، فدراسیون جهانی والیبال تصمیم گرفت بازی‌های خانگی این تیم در کشور دیگری برگزار شود. رئیس فدراسیون والیبال گفت: البته ما باید برای حضور خانم‌ها کارهایی انجام دهیم، مانند ایجاد سرویس بهداشتی و ورودی و خروجی جداگانه. متاسفانه تصویر نادرستی از فضای بازی‌های ملی تیم والیبال در افکار عمومی نقش می‌بندد و همین ذهنیت و اطلاعات نادرست هم به دیگران منتقل می‌شود. آقای داورزنی همچنین گفت: من از همه کسانی که دغدغه این موضوع را دارند دعوت می‌کنم برای تماشای بازی‌های تیم ملی به سالن 12,000 نفری بیایند و خودشان همه چیز را از نزدیک ببینند. حضور خانم‌ها در سالن والیبال توقع نیمی از جمعیت کشور است. خانواده بازیکنان تیم ملی هم دوست دارند بازی‌های فرزندانشان را از نزدیک ببینند. ما نباید این حق را از آنها بگیریم. شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان روز چهارشنبه 10 تیر ماه گفت: دولت به احترام مراجع تقلید موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نکرده است. با این حال وی تأکید کرد که کارشناسان در حال بررسی چگونگی حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. پس از اعلام اینکه دولت قصد دارد ورود زنان به سالن‌های والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و چند رشته دیگر ورزشی را آزاد کند، موجی از اعتراضات انصار حزب الله و بخشی از اصولگرایان که خود را دلواپسان می‌نامند به راه افتاد. یکی از گروه‌های مخالف در اطلاعیه‌ای که پس از یک تجمع اعتراضی در تهران پخش شد، این اقدام دولت را در راستای شکاف دولت ملت، خلاف قانون، بی‌اعتنایی به احکام شرعی و فتوای مراجع خواند و خواستار برکناری فوری و محاکمه مسئولان از جمله خانم ملاوردی شده بود. آیت الله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید و از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز گفته بود: آیا مردم ایران انقلاب کردند تا بانوان در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند؟ جان امرسون سفیر آمریکا در آلمان برای دادن توضیحات درباره جاسوسی آمریکا در این کشور احضار شده است. به گفته یک منبع در دولت آلمان، روز پنجشنبه 11 تیر رئیس دفتر آنگلا مرکل به خاطر انتشار گزارش‌های جدیدی در مورد کنترل ارتباطات مقامات ارشد آلمان توسط نهادهای امنیتی آمریکا با سفیر آمریکا در برلین ملاقات کرد. در تازه ترین بخش از افشاگری‌های مربوط به برنامه گسترده شنود دستگاه‌های جاسوسی آمریکا در کشورهای اروپایی که خشم آلمان را برانگیخته است، اخیراً رسانه‌ها گزارش دادند که اداره امنیت ملی آمریکا تماس‌های وزرای اقتصاد و مالی آلمان را شنود می‌کرده است. به گزارش رویترز، با توجه به خاطری منفی از کنترل شدید ارتباطات در دوران حکومت آلمان شرقی توسط اشتازی دستگاه امنیتی آن رژیم و همینطور توسط گشتاپو در دوران حکومت نازی، شنود و کنترل تماس در کشور آلمان موضوع بسیار حساسی است.
طبق این گزارش، موضوع شنود تماس‌های مقامات ارشد دولت آلمان که ابتدا در اسناد ادوارد اسنودن برملا شد، روابط برلین و واشنگتن را سرد کرد. از اوایل سال جاری که گزارش‌هایی در مورد همکاری مأموران اداره امنیت خارجی آلمان با برنامه‌های جاسوسی آمریکا در این کشور افشا شد، فعالیت نهادهای امنیتی آلمان نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. جان امرسون سفیر آمریکا در آلمان همچنین برای گفتگو درباره بازداشت یک مأمور سرویس اطلاعاتی آلمان به اتهام خبرچینی برای آژانس امنیت ملی آمریکا به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شد. برلین خواستار توضیح سریع واشنگتن در این باره شده است. بنابر گزارش ها یک مأمور 31 ساله سرویس اطلاعاتی آلمان روز چهارشنبه 11 تیر ماه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. این مأمور متهم است در طول یک سال گذشته بین 200 تا 300 سند محرمانه از سیستم مرکزی سرویس اطلاعاتی آلمان بیرون کشیده و بر روی فلش مموری ذخیره کرده است. اسناد ذخیره شده توسط این مأمور موضوعهای مختلفی را شامل می شود. از جمله اسناد مربوط به کمیته تحقیق پارلمان آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا در آلمان و شنود مکالمات تلفنی شهروندان و سیاستمداران این کشور. گفته می شود فرد بازداشت شده بین سالهای 2012 تا 2014 اطلاعاتی را به یک مأمور مخفی سازمان اطلاعاتی آمریکا فروخته و در ازای آن 10,000 یورو پول دریافت کرده است. اگر این اتهام ها ثابت شود، اثرات آن بر مناسبات آلمان و آمریکا اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابر عرف دیپلماتیک، دعوت از سفیر برای یک گفتگو کمی ملایم تر از احضار سفیر است. با وجود این، همزمانی فراخوانی سفیر آمریکا در برلین به وزارت خارجه آلمان با روز استقلال آمریکا 4 ژوئیه برای واشنگتن حامل این پیام روشن است که برلین این حادثه را بسیار جدی گرفته است. دولت آمریکا تاکنون درباره این حادثه و اتهام‌های سنگین مطرح شده علیه سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور واکنش رسمی نشان نداده است. روز یکشنبه 14 تیر ماه مردم یونان به پای صندوق ها می روند تا در همه پرسی برای پاسخ به اقدامات اصلاحی در یونان رای دهند. پرسش کانونی در این همه پرسی این است که آیا مردم یونان با دریافت بسته کمک تازه‌ای از سوی وام دهندگان در قبال تحمل ریاضت های اقتصادی بیشتر موافق هستند یا نه؟ دولت یونان از مردم خواسته است که در این همه پرسی پاسخ نه بدهند، زیرا معتقد است بیش از این نمیتوان به مردم یونان و به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه برای صرفه‌جویی‌های اقتصادی بیشتر فشار آورد. در مقابل کشورهای موسوم به گروه اروپا که از سوی اتحادیه اروپا مأمورند با دولت یونان مذاکره کنند میگویند پاسخ منفی مردم یونان به همه پرسی روز یکشنبه به معنی قطع کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا و نهایتاً ورشکست مالی یونان است. رئیس گروه اروپا گفته است اگر مردم یونان در همه پرسی پاسخ منفی بدهند دیگر نه تنها پایه‌ای برای یک برنامه کمک تازه وجود ندارد، بلکه پایه‌ای برای ماندن یونان در حوزه مالی یورو هم وجود ندارد. ناظران معتقدند اگر پاسخ همه پرسی روز یکشنبه نباشد، وضع یونان بغرنج‌تر می‌شود. اما اگر پاسخ اکثریت مردم یونان آری باشد، دست کم این موضوع حامل پیامی برای وام دهندگان است که شاید بتوان از پیامدهای وخیم این ماجرا جلوگیری کرد. در محافل اروپا گفته می‌شود اگر پاسخ مردم یونان در همه پرسی روز یکشنبه مثبت باشد، تلاش تازه‌ای برای ادامه کمک به این کشور صورت خواهد گرفت که احتمالاً نمیتواند تداوم بسته قبلی باشد، اما احتمالاً یونان بسته تازه‌ای از طرف صندوق نجات اروپا دریافت خواهد کرد. همزمان پاسخ آری مردم یونان در همه پرسی به این معناست که آنان ریاضت‌های اقتصادی تازه را میپذیرند، ریاضت‌هایی که وام دهندگان برای صرفه‌جویی به دولت یونان ارائه دادند و دولت چپگرای یونان با آن مخالف است. الکسی سیپراس نخست وزیر یونان و وزیر دارایی او اعلام کردند اگر پاسخ مردم آری باشد از سمت‌های خود کناره‌گیری خواهند کرد.
در این صورت باید در یونان دولت تازه‌ای تشکیل شود و این احتمالاً نیازمند چند هفته زمان است، ولی فرصت کافی وجود ندارد. دولت یونان از پرداخت آخرین قسط بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول بالغ بر 1.5 میلیارد یورو در 3 ژوئن سر بازد. صندوق بین‌المللی پول این موضوع را رسماً یک نوع تعویق در پرداخت ارزیابی کرده و نه عدم پرداخت، اما شکیبایی این نهاد در واشنگتن حد و مرزی دارد. مضافاً اینکه یک هفته پس از برگزاری همه پرسی زمان پرداخت قسط بعدی فرا می رسد و این بار یونان باید 450 میلیون یورو بپردازد. دولت سیپراس معتقد است در صورت پاسخ منفی مردم به همه پرسی روز یک شنبه از موضع نیرومندتری در مذاکرات بروکسل برخوردار خواهد شد، زیرا یک بار دیگر از مردم یونان برای ادامه سیاست‌های خود چراغ سبز گرفته است. اما بسیاری از ناظران اروپا معتقد ارزیابی او اشتباه است و بسیار بعید است دولت‌های اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول آماده باشند در چنین شرایطی بار دیگر با دولت یونان مذاکره کنند. ترکیه اعلام آمادگی کرده تا در صورت درخواست یونان به این کشور کمک مالی بکنه. یونان گرفتار در بحران مالی، این هفته مهلتش برای بازپرداخت قسط 1 میلیارد و 600 میلیون یورویی به صندوق بین‌المللی پول به پایان رسیده. حالا دولت این کشور در بن‌بست گرفتار آمده ناچار شده شرایط پیشنهادی کشورهای حوزه یورو رو به رفراندومی سرنوشت ساز بگذاره. روز گذشته خبرگزاری دولتی ترکیه از اعلام آمادگی این کشور برای کمک به یونان خبر داده. در این رابطه بولکان بوسکر وزیر اتحادیه اروپا ترکیه گفته که ما خواستار رفع مشکلات اقتصادی یونان هستیم. او با ابراز امیدواری به حل مشکل یونان گفت که اگر یونان در این زمینه درخواستی از ما داشته باشه پاسخ میدیم، اما تاکنون آتن درخواستی رو مطرح نکرده. ولکان بوسکر گفته در حال یونان به اتحادیه اروپا و منطقه یورو راه پیدا کرد که این کشور قادر به تأمین معیارهای اقتصادی پیمان ماستریخت نبود، همین مسئله هم منجر به نتایج منفی امروز شده. روز سه‌شنبه هم نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در این مورد از اعلام آمادگی کشورش برای کمک به یونان گفته بود. البته پیشنهاد اولیه این موضوع از سوی ارطغرل کرچی نماینده حزب دموکراتیک خلق‌خواه مطرح شد. آقای کرچی این هفته همزمان با آغاز به کار پارلمان ترکیه در مجلس این کشور به دولت ترکیه پیشنهاد داد که در واقع ترکیه رسم حسن همجواری رو در این روزهای سخت به جای بیاره و حالا که یونان گرفتار بحران مالی هستش کمک کنه و قسط معوقه 1 میلیارد و 600 میلیون یورویی یونان به صندوق بین‌المللی پول رو پرداخت بکنه تا مانع ورشکستگی دولت این کشور بشه. این پیشنهاد الان گویا از سوی دولت ترکیه مورد توجه قرار گرفته. حتی خود آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده. داوودوغلو گفته کشورش آماده است تا در زمینه انرژی، گردشگری و تجارت با یونان همکاری بکنه تا از این وضعیت بحران خارج بشه. او گفته ما خواستار یک یونان قوی هستیم، از این رو هر پیشنهادی رو در این زمینه ارزیابی میکنیم. با اینکه دو کشور در چند دهه اخیر مناقشات سیاسی گوناگونی داشتند به ویژه بر سر مسئله قبرس، اما با وجود این اختلافات سیاسی روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر رو به گسترش بوده و در راستای همین تفاهمات اقتصادی هم شاید باشه که ترکیه امروز پیشنهاد یاری مالی به یونان رو مطرح کرده. از اصفهان در طول تاریخ همواره به عنوان شهری سرسبز و باصفا یاد شده است، اما امروزه با خشکسالی‌های پیاپی و ته کشیدن آب دو سرچشمه اصلی آبادانی اصفهان یعنی زاینده رود و تالاب گاوخونی از طراوت و رونق پیشین در این شهر نشان زیادی نمانده است. رسانه شهروند چاپ ایران در مطلبی تحت عنوان اصفهان در خطر است، گوشه‌هایی از مصیبتی را که در انتظار اصفهان نشسته بررسی و تشریح کرده است.
به نوشته شهروند، تمام بررسی‌ها و پژوهش‌های علمی در سال‌های گذشته نشان می‌دهند که علت اصلی این بحران مدیریت غلط بوده است. بخشی از آب زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری می رود و برای آبیاری محصولاتی مصرف می شود که به گفته شهروند هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها باعث تلف شدن منابع آبی زاینده رود می شود. افزون بر کشت بی‌رویه، مزارع پرورش ماهی و کارخانه‌های آب معدنی نیز بخشی از آب زاینده رود را به خود می‌کشند. بسیاری از کارخانه‌های آب معدنی در کنار چشمه‌هایی احداث شدند که از منابع تأمین آب زاینده رود هستند. به گفته شهروند، آب پرارزش زاینده رود به مصرف آبیاری محصولاتی می‌رسد که با نیازها و مقتضیات آبی این استان ناهمخوان هستند. بنا به گزارش، در مسیر 50 کیلومتری زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری، چاه‌های غیر مجاز بسیاری احداث شده که به نوبه خود آب رودخانه را در خود می‌برند. زاینده رود نه تنها اصفهان و چهارمحال و بختیاری را سیراب می کند که اخیراً به استان یزد هم داده می شود. از سال 82 تصمیم گرفته شد که بخشی از آب زاینده رود به یزد انتقال داده شود که البته چندین بار مورد اعتراض شدید اصفهانی ها نیز قرار گرفت. آب زاینده رود که ارزش بالایی دارد باید بیشتر به مصارف شرب برسد، اما بخش عظیمش به صنایع اختصاص داده شد. با وجود کم آبی کنونی و نیاز مبرم مردم به آب شرب، بخش بزرگی از آب زاینده رود به مصرف صنایعی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه میرسد. ناژوان در غرب اصفهان از مناطق سرسبز حومه این شهر است، در کرانه رودخانه زاینده رود. ناژوان به معنای جایگاه درختان ناژ و صنوبر است و برای آب و هوای اصفهان اهمیتی فراوان دارد. پارک بزرگ ناژوان با آب و هوای روح بخش همراه با چشم‌اندازهای زیبا، تفرجگاهی مناسب برای تفریح و ورزش شهروندان است. با توجه به وضعیت قرار گرفتن این پارک در مسیر بادهای غربی، جنوب غرب به شمال شرق و وضعیت قرار گرفتن اکثر صنایع آلاینده در غرب اصفهان، این پارک به عنوان فیلتر طبیعی برای شهر اصفهان عمل می کند و بر همین اساس است که اراضی ناژوان را به عنوان ریه شهر اصفهان می شناسند و هر گونه دخل و تصرف و تغییر در ساختار طبیعی این پارک موجب تشدید وضعیت بحرانی آلودگی شهر اصفهان می شود و وضعیت خطرناکی برای کلان شهر اصفهان به وجود خواهد آورد. بنا به گزارش شهروند، دو آفت دست در دست هم نابودی پارکی را هدف گرفتند که فیلتر طبیعی اصفهان خوانده می شود. کارخانه هایی که دود سیاه خود را بی‌دریغ به سوی پارک روانه می کنند و سودجویانی که با تبر به جان درختان پارک افتادند.